سلام دوستان عزیز کار ریویو آی آر، یحیی هستم از کویت. ببینید براتون چی آوردم، یه سفینه فضایی، یه ماشین خاص، کپسول، تخم مرغ، نمیدونم چی اسمشو بذارم، ولی توی اینترنت بیشتر اینو به نام کپسول فضایی متحرک روی زمین میشناسن. هیوندای استاریا مدل 2022، کاملا جدید این ماشین، دو سه هفته است رسیده کویت. نسل یعنی مدل قبلش که هیچ شباهتی هم با این نداره، به نام هیوندای اچ1، اون دیگه از رده خارج شد و این به جای اون اومدیم. این MPV یا این مینیوان کاملا جدیده، هیچ وجه تشابهی با اچ1 نداره، کاملا بروزه. قسمت جلوی ماشین اولا 4 تا تیپ داره توی کویت، همشون به این شکله، ولی خب سطح آپشناشون فرق میکنه. این یه دونه مونده به آخره، تیپ 3. ببینید چیزی به اسم سپر وجود نداره، تمامش گرله. خب چراغای اصلی اینجا قرار داره، اینجاها یه چیزایی هست به عنوان دیکور، خیلی زیباست، توی آفتاب زیباتره الان که ابر. سنسورا روی این قرار داره، سپر عملا وجود نداره، اینا هم همه برونزیه. نگاه کنید رنگو، برونز، یه رنگ خاص در این تیپ. این خط زیبا همش دیلایت دوستان، LED دیلایت. این چراغ هم 6 تا عدسی داره و بسیار پرنور، فول LED. این پایین هم همه چیز به رنگ برونزیه. خب بریم قسمت های دیگر رو ببینیم. ابعاد این ماشین رو بهتون بگم، طولش هست 5253 میلیمتر، عرضش هست 1997 میلیمتر، ارتفاعش از سطح زمین 1990 میلیمتر. بین دو تا محور جلو و عقب 3273 میلیمتر. حتی رینگای ماشین یه شکل خاصیه، به دو رنگ برونزی و سیلور. ببینید رینگا رو، رینگا هم توی این ماشین 18 اینچه. اینم شکل رینگای خاصه. ببینید اینجا ها هیچی نداره، خیلی جالبه. اینم ماشین از بغل، ارتفاع ماشینم از سطح زمین خیلی کمه و راحت میکنه ورود و خروج از ماشین رو. حالا میریم قسمت، دو تا درای کناری هم برقی هست، میریم قسمت توی ماشین که دیگه خودش یه دنیای از آرایش های مختلف صندلی های این ماشین. خب قسمت عقب ماشین، چراغای عقب این ماشین به مانند یه لگوه، اینا رو نگاه کنید، این مربعا رو انگار که چیدن دونه دونه بغل هم، بسیار زیبا، با یه رنگ خاص، رنگش قرمز خاصیه، توی تصویر مشخص نمیشه، به صورت تقریبا صورتیه. این قسمت فقط دکوره و این قسمت هم راهنما و چراغ ترمز و چراغ دنده عقب. بسیار زیباست آرایش توی این چراغا، مربعای کوچولو کوچولو. این قسمت عقب ماشینه، نوشته استاریا. ببینید توی شیشه عقب، بسیار بزرگ شیشه عقب هم به مانند شیشه جلو. ببینید ارتفاعش رو، ارتفاع در رو ببینید، خیلی ارتفاعش زیاده. دوربین دید عقب هم وجود داره، 3500 سی‌سی این حجم موتوره و چراغ ها با قاب سفید اینجا بیشتر مشخص میشه. در صندوق عقب برقیه توی این مدل، 70 کیلو وزن دره، در بسیار بزرگه. ببینید فقط این هیدرولیکای در که این دوتا میتونه در به این بزرگی رو بلند کنه و ببره بالا. اینجا یه قسمته که برای قرار دادن اشیاست، این درم اتوماته به مانند بقیه هیونده ها. دور بشید ازش، خودش به صورت اتومات در بسته میشه.
این هم قسمت عقب هیوندای استاریا. این ریموت ماشینه، میتونید درای جانبی رو باز کنید، در صندوق عقب و استارت از راه دور. درای جانبی همه برقی هست، اینا رو هم میتونید با این شاسی یا از طریق این دستگیره باز کنید. توی ماشین چرم به رنگ مشکی، اینا همه قابل تنظیم ارتفاع داره. تمام صندلی ها، این مدلی که در اختیار منه 7 صندلی عقب داره و 2 تا جلو. یه مدل 11 نفره داره، 11 نفر عقب میشینن که مخصوص شرکت هاست و انقدر لاکچری نیست. و ببینید چقدر ارتفاعش از سطح زمین کمه و این خیلی راحت میکنه با این میشه گفت که بالا پایین رفتن یا ورود و خروج به ماشین رو. این استاریا، یک کمی از راه دور بگیرم ببینید ماشین رو. حالا میریم توی ماشین. این دوتا صندلی رو میتونید 360 درجه برگردونید به سمت مخالف. الان ببینید این دوتا روبروی هم قرار دارن. اینجا یه دستگیره هست، اینو که بکشید میتونید این صندلی رو به این شکل برگردونید و آها، به این شکل شد. خیلی هم زیبا و راحت. حالا اینا رو دیگه باید تنظیم کنید. ببین اینا همه ریل داره، ریل داره، اینا رو کامل میتونید دونه دونه تنظیم کنید، تمام صندلی ها رو. الان من میتونم اینجا بشینم خیلی هم راحت، ولی ببین چقدر فضا دارم، میتونم بدم جلو که اون عقبی هم راحت باشه. درم از اینجا میبندم، میریم توی ماشین. خب یه شیشه کناری داریم اینجا روی در جانبی، این شیشه رو میتونیم باز کنیم یا پنجره. اینا همه، ببخشید در رفت دستم، عجب صدایی هم ده. اینا برقی نیست، دستیه. خب تو من تنظیم کنم این دوتا رو، دارم فیلمم میگیرم. تمام اینا پرده داره، پردهای کناری. خب اینجا بشینم، اینجا رو بگیرم، ببینید چقدر خوبه. تمام اینا میشه تنظیمشون کرد و به راحتی هر جوری که شما دوست دارین. خواستید 3 نفر عقب بشونید، اینجا اینجا خالی باشه، خب اینا رو میدین جلو و فضای پای بیشتری دارین. اینام ببینید، حالا میرم ردیف سوم، اونجا کولر ماشین رو برای سرنشین عقب از این قسمت تنظیم میکنی. سانروف 2 تیکه، یه تیکش جلوه، یه تیکه هم عقبه. این تیکه عقب یا این قسمت عقب باز نمیشه. USB برای سرنشین ردیف سوم، کاپ هولدر، USB برای سرنشین ردیف دوم و ردیف اولم که اونجا قرار داره. داشبورد، جلو داشبورد و تجهیزات جلو داشبورد ماشین. اول یه نگاه کلی به جلو داشبورد ماشین و فرمون داشته باشیم. ماشین رو استارت بزنم. خب ببینید چقدر اینجا فاصله هست با شیشه جلو. از اینجا شروع کنیم. یه مونیتور 8.5 اینچ تقریبا تاچه. این بغلاش هم شورتکات وجود داره برای اینم عوض کنیم. خب برای دسترسی سریع به بعضی از چیزای ضروری و مهم، اینم میتونید خودتون علاقه مندی به حساب، میتونید یه چیزی رو اینجا قرار بدین که برای دسترسی سریع فیوریت. خب سیستم بعد توی مدلای فولش سیستم صوتی بوز هست و خیلی قوی تر از اینه. حالا نه اینکه بد باشه، این قسمت برای تنظیم کولره. کولر عقب هم مجزا، از اینجا میتونید روشن کنید و تنظیمات مختلف کولر عقب انجام بدید. توی مانیتور یا اسکرین هم که کلی آپشن هست که میتونید آپشن های مختلف رو قبله رو هم نشون میده، به مانند تمام ماشین های کره ای.
خب اینجا یه جای برای قرارداد اشیاء 45 نقطه یا میشه گفت که جا برای قرارداد اشیاء توی ماشین هست. ببینید اینجاها رو چقدر خوب استفاده کرده از این فاصله و باز هم اینجا میتونید چیزهای مختلف رو قرار بدید. دریچه‌های کولر که شده جزئی از دکوراسیون جلو داشبورد ماشین. اینم یه مونیتور 4 اینچه، این قسمت دیجیتال، اینا هم درست دیجیتال سرعت و RPM ولی کن قابل تغییر نیست، یعنی این دکوراسیون همینجوری مونده و فقط این قسمت رو میتونید با استفاده از این دکمه هایی که روی فرمون قرار داره عوض کنید. با این دکمه میتونید اینا رو تغییر بدین. اینم گیربکس دکمه ای یا شیفت بای پاور، این گیربکس ماشینه به این شکل دی ان آر و پارک. اینم دوربین دید عقب، وضوحش خیلی خوب نیست. به راحتی رسوندیم 100 کیلومتر. دوستان توی این ماشینا 0 تا 100 خیلی مهم نیست، یعنی من اینو نمیخوام برای 0 تا 100. موتور ماشین یه موتور 6 سیلند تنفس طبیعی 3500 سی سی 270 اسب بخاری 330 نیوتن متر نیروی گشتاورشه، یه گیربکس 8 دنده داره. شاسی ماشین شاسی سانتافه هست، یعنی اس یو وی. این موتور هم توی SUV ها و حتی توی سانتافه استفاده شده. چون شاسی سانتافه هست زیاد حس مینیوان بودن و اون تکون ها رو ندارید، یه رانندگی بسیار مناسب و خوبه. سیستم فنربندیش فوق العاده خوبه. الان من این دست انداز رو ببین، الان به راحتی رد میکنم. زیاد اون تکون های عجیب غریب توی بعضی از مینیوان ها توی این دیده نمیشه، حتی با وی کلاس میتونه به راحتی در خوبی و لذت رانندگی میتونه رقابت کنه. سایلنت بودن یا صدای باد تا 100-110 یه چیز میشه گفت معقوله، بالای 110 یه مقداری به صدای باد میاد. ببینید دوباره گاز بدم، میچه خوب پر میکنه و اصلا مشکل نداری. اگر پر از به حساب سرنشینم باشه، این ماشین قشنگ میکنه و میره. فرمونش ببین، فرمون خیلی دقیقه، بعد دور فرمونش خیلی خوبه و توی کمترین مساحت دور میزنه. هر یک لیتر 10.8 کیلومتر پیمایش داره، از این لحاظ میشه گفت که خوبه، جز خوباست. بعد کلن این پدال شیفترز هم خیلی کمک میکنه به رانندگی دستی و گیربکس هشتنده. ببین 3-4 کلن رانندگیش لذت بخشه. ببین درایو مود رو من گذاشتم روی اکو، همه چیز عوض شد، ماشین نفس کشید، ماشین راحت شد. حتی این دوربین دید عقب رو موقع حرکت میتونید راه بندازید. حالا این روش استیکرها، وضوحش بهتر از اینه. دوربین دید هم اینم کندیم، دوربین دید عقب رو راحت ببینید، موقع حرکت خاموش هم نمیشه. در هر صورت قیمتا رو که بهتون بگم، حق رو به من میدید که چقدر این ماشین خوبه با یه قیمت مناسب. 5 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش جز قیمتایی که بهتون میگم. در مدل پایه 11 نفرش اینا رو چرم نیست و به درد میشه گفت شرکت ها یا پرسونل یا تاکسی میخوره. 11 نفرم داره، 12 با این دوتا صندلی جلو 13 نفر است. فقط 9950 دینار کویتی قیمت ماشینه. این مدل 12950 دینار کویتی، منو بگیر گردنم در گرفت. 12000 دینار، 12950 دینار کویتی. فول ترین مدل یه ویدیو کوچولو خواهم گرفت ازش، 13950 دینار کویتی. قیمت ها دوستان فوق العاده است. یه وی کلاس رو بخوای بخری باید دو برابر این پول بدی. خب ممنون و متشکر، بازم معذرت میخوام ویدیو طولانی شد. ما رو توی یوتیوب دنبال کنید. سپاسگزارم، خدا نگهدار.